خپل وطن جوړو لنړی سرسیال خپل وطن جوړو لنړی. بسم الله الرحمن الرحیم. بگویم ابتدا نامی خدایی که به اذنش نمی آید صدای. سلام و عرض احترام دارم خدمت تمام شما بینده های عزیز و همیشگی تلویزیون ملی و چینل یوتیوب آرتی دری. امیدوار هستم در هر گوشه کره خاکی هستین جور صحتمند سر حال و در حفظ خدای متعال باشین. باز هم من میلاد امیری با همکاری همکاران عزیزم در خدمت شما قرار دارم با یک گزارش تازه و ویژه از سطح شهر کابل. همه ما میفهمیم که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، شاروالی کابل کار و بازسازی و بهسازی را رویشان اقدامات خیلی بزرگ و وسیع را داشتند که خیلی خوب است و آغاز کردند. باز هم من میلاد امیری با یکی از گزارش بازسازی در خدمت شما هستم از جاده وزیر محمد اکبر خان که سرک توسط شاروالی کابل بازسازی میشه و وصل میشه به سرک قلعه موسی. این سرک در طول 1084 متر و با عرض 20 متر طراحی شده که حدود 50 میلیون افغانی روش هزینه صورت گرفته و هزینه در بر داشته. شما هم با ما در گزارش باشین، جزئیات بیشتر را با ما در گزارش و معلومات و نظریات بیشتر همشهریان عزیز ما را با ما در گزارش ببینین. با ما همراه باشین. وطن جوړو لنړی سرسیال خپل وطن جوړو لنړی سرسیال. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، شکر، سلامت باشین. انجینر صاحب عزیز، میشه یک معرفی مختصر خود را داشته باشین به بیننده عزیزم؟ انجینر اچکزای امین هستم، کارمند بخش سرکسازی ریاست حفظ و مراقبت کار شاروالی کابل. سلامت باشی امین صاحب. بر ما بگو که چقدر وقت میشه که کار بازسازی اینجا صورت گرفته و جریان داره؟ در اینجا ما دو پروژه را در حال تطبیق کردنش هستیم. ما مدت 6 ماه میشه که اینجا کار میکنیم. از تاریخ اول 1/14/44 الا اکنون که نمای 6 میشه است کار ما اینجا جریان داره. یک پروژه را ما از سرک 15 تا سرک اول شیرپور او را ختم کردیم. یک پیاده روایش مانده و نه و بهره برداری سپرده شده. اینجا به نسبت موجودیت امی خانه‌هایی که در مسیر سرک قرار داشتن کار از یکمک تال خود یا ماندن فعلا کار اسفالت ما توقف از هوا سر شده. ما اینمی کار بدنسازی ما را خود میبینین کنه به شدت جریان داره. این کار بدنسازی و جغل اندازی را اینجا ما میکنیم. خیلی عالی. اگر این خانه هایی که مزاحم بود توسط امارت اسلامی و شاروالی کابل استملاک شد و از جا برداشته شد به خاطر که کار به صورت و به صورت خوب پیش بره، در بدل و در ازای از این خانه ها برشان نمره داده میشه چی میشه؟ خب در این ساخ و قرار معلوماتی که ما داریم این تقریبا 173 خانه است. این ساخ غیر پلانی است که مردم اینجا آمده بودن سابق خو مقصد خانه جور کرده بودن کدام اسناد دیگه غیر قانونی. بله سایه ای است که یا اینجا غصب کرده بودن دیگه. خب بازم شاروالی حالا برشان پلان داره که می منطقه را پلانی بسازه، سایه غیر پلانی را پلانی بسازه، سرکای فرعی در اینجا به نظر گرفته شده و اینمی خانه ای که یک مقدار در مسیر سرک بودن کل از یار در می منطقه که 103 خانه است همیجا بر از یار نمره در نظر گرفتن کل از یار در جریان هستن برشان نمره می تمیزه دوباره 173 خانه است. چقدر بودجه در این سرک مصرف شده؟ خود در این سرک در قسمت اولش پروژه از سرک 15 وزیر اکبر خان الی سرک اول شیرپور اونجا 15 میلیون افغانی به مصرف رسیده، 15 میلیون بودجه داشت و این سرک ما 40 میلیون بودجهش هست. 40 میلیون افغانی؟ بله 40 میلیون افغانی بودجهش هست که از عواید داخلی شاروالی پرداخته میشه و حال را که ما 60% کار سرک پیش رفته دیگه اون تقریبا 22-25 میلیون ازیر مصرف کردیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب است انشالله صحت من؟ شکر خوب است. بخیر باشین. نام زیبا چی است؟ خیبر. خیبر جان عزیز، خود در این منطقه عبور میکردی یا خانه تان؟ نه از ما خانه ما دارم نبش سرک هست. خانه تان همیجه است؟ بله. سابق بعد چقدر مشکلات خودت
دست پنجه نرمی کردی پیش از اینکه کوچه کلان نشده بود؟ سابق زیاد مشکلات داشتم، مثلا یک موتور که مثلا از راه وزای بخون که شب چیز میکردیم، بازو زور میکردیم، نگاه میکردیم که موتور مربی را چوبه یا تار کنیم. حالا خوب شد، بسیار خوب شده که به خاطر که این سرک کلان هم شده موتور را تیر بر میشه، برابر خوش هستم که سرک خوب شد. در روزی که باز امارت آمده ما فعلا اینقدر تصور هم نمیکردیم که امارت به قدر سرعت اینا سرک ها را جور کنه. حتی این زربینا آمده نقشه ما را سرک های دیگر را فریر هم میکشه. کسانی که اینجا خانه سابقه داشتن بر هر کس پس همونجا بشان نمره داده شد. نمره کسان که خانه اشتین اول خانه خودم در سرک بود رفت بر ما اینه مثلا نمره 103 بر ما پس نان و نمره داده. در این منطقه بردان؟ در این منطقه نمره داده باید باید. خیلی عالی، خیلی خورسند هستی از این کارشان؟ بلکل خورسند هستی. برادر یک کار بنیادی است، وقتی که به صاحب ترافیک مثلا مشکلات ترافیک اینجا حل میشه، رفت آمد مثلا به زهان مثلا اینان از بین میره شهر، بیخی کارهای نیک هسته، کارهای بنیادی است. ما خوش هستیم و میده برای در کنار از که ساخت و ساز باسازی ای سرک وزیر اکبر خان میشه دیگه، بسیار جای وسیع و گسترده و زیاد دگام است که توسط شهرالی کابل و امارت اسلامی جور میشه. خودت به عنوان یک شهروند چقدر خوشحال هستی که کار و فعالیت روی وطن ما جریان داره و وطن ما روی باسازی قرار داره؟ تنها من، تمام افغان ها خوش هستم، خرسند هستم، چون کارهای کال امارت شروع کرده. بر شما معلوم است، بر تمام میشه که تنها یک کانال خوشتپک هست. این یک کار است که افغانستان زنده میکنه. یک کس که مثلا ما از همسایه از مشکلات ها خلاص میشون، زراعت ما چی ما مثلا به سر پای ساد میشویم. استقلال مالی خود را میگیریم. میگیریم استقلال مالی خود بعد. سلام علیکم. سلام علیکم محترم، شیار داری صد خوب است، خیر و خیر. شکر فضل خدا، خود خوب است. بله تشکر، سلامت باشید. سلامت باش کاکای عزیزم. نام چی است؟ اسم من فیض الله، دریور مراقبت کار. خودت اینجا دریوری مسئولیت داری؟ بله، مسئول دریوری هستم. چقدر وقت است که اینجا خودت کار میکنی، مشغول کار هستی؟ من بیش از یک سال میشه که اینجا وظیفه اجرا میکنم. و در این منطقه؟ در این خود وزیر اکبر خان تقریبا یک سال میشه که کار میکنم. روی همین کارهای باسازی و بیسازی است؟ بله، آدگا ما تقریبا همطور است. سلامت باشی. چقدر خوشحال هستی از اینکه وطن ما دال پیشرفت است، باسازی و بیسازی است و سرک که از وزیر اکبر خان طرف قلعه موسی رفته کلان میشه و سهولت میشه به مردم. بله، مثلا ما خود کارکرد ریاست ما بسیار خوش هستیم، به خاطر از یک سهولت به مردم همشهریان ما میشه و ان شاء الله این سرک تکمیل میشه و مردم ما یک سهولت بیشتر میشه. ان شاء الله سلامت باش. چیز گفتن این داشته باش مادر گفت سلامت باش. خدا حافظ. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب است انشاءالله صحتمند؟ تشکر، زنده باشین. نامتان چی است؟ غلام حیدر هستم. بخیر باشی کاکا عزیزم. خدا چقدر وقت است اینجا کار میکنی؟ خودم در ریاست حفظ مراقبت تقریبا 12 سال از کار میکنم. آه. اما در این پروژه نو یک ماه وره میشه که آمدیم. خیلی خوب، چقدر خوشحال هستی از این که وطن عزیز ما دال پیشرفت است و این سرک که وزیر اکبر خان که به قلعه موسی وصل میشه، چقدر خوشحال هستی که به مردم سهولت به وجود میاد؟ بله، چطور خوشحال نیستیم؟ مملکت ما جور میشه، ما همیشه خوشحال هستیم از این کارهایی که اینا روی دست گرفتن. انشالله به زودی در تمام ساعت سهولت به وجود میاد. انشالله کار جریان داره، توکل به خدا، خداوند انرژی بده که کار بتانیم کنیم، خدمت به دولت بتانیم بکنیم. دیگه توکل ما با خدا دیگه، هرچی خواست خدا باشه. امارت اسلامی در این راستا کار و فعالیت بسیار گسترده را از خود نشان داده، چقدر راضی هستی؟ والا کار ما همیشه، ما خدمتگزار از این مملکت هستیم و این مملکت دین در گردن ماست که ما باید دین از این مملکت ادا کنیم و همیشه خدمت کنیم به این مملکت. و بسیار زیاد خوشحال هستم دیگه که به وطن خود ما بتانم خدمت کنم. جان استفا سلامت باشه. زنده باشه. گفتین داشته باشم. روز خوش. تشکر از اینکه بود. سلامت باش. خداحافظ. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب است ان شاء الله صحت مند. شکر است. بخیر باش. بخیر باشین. شما چقدر از شهرولی کابل و امارت اسلامی خرسند و خوشحال هستین که سرک محمد وزیر اکبر خان را وسیع و بزرگ و کلان ساختن؟ والا زیاد خوش هستم. پیش کی بود بند بودی را. حال خوب شده، سرک جور شده، بسیار خوش هستم. با مردم زیاد سهولت شده. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب است ان شاء الله صحت. تشکر، سلامت باشید. همینجا شما زندگی میکنین فعلا؟ بله بله، از تقریبا از چندین سال متواتر است همینجا زندگی میکنم. خیلی عالی. شما قبل از اینکه اینجا روش کار صورت بگیره و بازسازی شود، میگن سرک خرد بود، چقدر شما مشکلات داشتین اینجا؟
ویژه اصلا مشکلات خود زیاد بود یکی بیخی بنام سرک بود یک کوچک کور به این رقم وسط که حال فعلا داره وسطش نبود دیگه مشکلات زیاد بود کوچه خامه اصلا امکان موتر آمدن و یاخو نبود با یک بایسکل و پای پیاده امکان داشت که آدم بیه دیگه حال انشالله فضل خدا انشالله که ازی بهترتر شد روز بروز نامتان چی هست؟ نام سبقت لال که ازای در وزرک برخان و سیدن که همینجا زندگی میکنه؟ بله و خیلی عالی بر ما از مشکلات تان بگوین که قبل ازی که سرک کلان شوه و کار روش صورت بگیره شما چقدر به مشکل مواجه بودین؟ مشکل خو مواجه و خو مخ که وست پیلان سرک چه جورس و دیر لار و شان جورس و دیر اسرات چه نو دا سرک مخ که بند و وست دا سرک در تپیش آتا کلای مساعتا وصل سا بودن نو دیر دا خوشحالی غبره دا چه دا سرک وصل سو سلامت باشین وزمانه نشوانده خیر باشین میندای عزیز از شما یک جهان سپاس که تا به حال ما را همراهی کردین و ما را دنبال کردین ما همواره کوشش میکنیم که باسازی هایی که در کشور عزیز ما در افغانستان و کابل عزیز ما صورت میگیره به شما واسطا بدیم نظریات همشهریان عزیز ما را دیدیم که چقدر نیک بود مشکلاتشان را فهمیدیم که چقدر مشکلات داشتن قبل از اینکه سرک باسازی شد و فعلا چقدر سهولت از برشان اینا را تمامش را بر شما تقدیم کردیم شما در گزارش های بعدی هم با ما باشین ما همواره کوشش میکنم که در مناطقی که توسط شورای کابل و امارات اسلامی باسازی و بهسازی میشه برم و از اونجا بر شما گزارش تهیه بکنم و معلوماتش را با شما انتقال بدم. به عنوان حرف آخر بخندین خندیدن تان کافی است. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خوشی هایتان پایدار لبخندتان ماندگار به امیدی دیدار الله نگهدار. لنډې سره سیال خپل وطن جوړو لنډې سره سیال ستا ژوند نور پښ